میهن من، ای فدایت سلطن من، پرفعالتر از هر گوهر، خود پاک تو بدن من، سرفراز باشی میهن من، ای فدایت سلطن من، پرفعالتر از هر گوهر، خود پاک تو بدن من. سلام مخصوص بر دوستان بینندگان محترمی که از وقت خودتون مایه میگذارید و تشریف بیارید در این ضیافت گفتگو، ما تشکر میکنیم و ما امیدواریم امروز در آغوش گرم خانواده خودتون با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه حضور به هم رسونده باشید و ما را از فرمایشات، راهنمایی ها، پیشنهاد خودتون بهره‌مند فرمایید. صحبت ما همیشه سر این هستش که بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم. من یک نفر اینجا سعی میکنم پا روی انگوش کسی نذارم، دست و جیب کسی نکنم، اگرم کسی خواد حق منو بخوره با تمام قوا از خودم دفاع بکنم که این کار انجام نشه. و ما سعی میکنیم که اونهایی که ایمان دارن، اونهایی که میدونن عاقبتی خواهد بود، آخرتی خواهد بود، یک اللهی هست که همه رو خلق کرده، با اونها و با بقیه هم انشاءالله خانواده های دایره دوم و سوم و چهارم ما هستن. چرا؟ کل خانواده بشریت در حال حاضر 7.5 میلیارد هست. به این 7.5 میلیارد 1.8 میلیاردش مسلمان هست و مسلمان البته خب خودتون میدونین اونهایی هستن که گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، ولی به این معنی نیستش که کارشون تموم شده باشه با گفتن این. تازه در یک مسیری میفتن که باید مقررات این مسیر رو رعایت بکنن تا به انتهای مطلوب خودشون برسن و اون انتهای مطلوب هم الله سبحانه و تعالی هست. و در بین این راه خب خیلی چیزها اتفاق میفته و هر انسانی سعی میکنه که مقررات رو انجام بده، ولی در نهایت اون آغوش گرم الله که ما رو در میان میگیره فقط با این اطاعت مقررات نیست، با اون رحمت الله سبحانه و تعالی که شامل همه انشالله خواهد شد. و هیچ کس نباید به خودش ناامیدی راه بده که ناامیدی بزرگترین کفر هست. کفر یعنی چی؟ کفر از لغت کفره میاد. کفره یعنی یه چیزی رو که روشو بپوشونی و کفر و این هستش که شما در ایمان خودتون، در اون احساس خودتون، در اون راه زندگی خودتون مایوس شدید که الله سبحانه و تعالی ممکنه شما رو نبخشه، به چلونه، فلان کنه، بهمان کنه. و اینها حرفایی که خیلی 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 بدون این که واقعا ریشه و پایه درستی داشته باشه یه عده اینا رو میگن که مردم رو به خودشون جذب بکنن،
بلکه بتونن دستشون تو جیب این مردم بکنن. این در دین یهودی هست، در دین مسیحی هست، در دین اسلام هست، این رایج هست. منتها شماهایی که قرآن دستتون هست، وحی الهی حی حاضر هست در دستتون، میتونید از این استفاده بکنید و زیر بار این انحرافاتی که اینها براتون تهیه کردن نیفتید. حالا یه لغتی هست در قرآن به نام خشیه یا خشیت، خاشه، خشوع، اینا همش از ریشه لغت‌های همدیگه هست. کردن نیفت. یک نفر گفته که این خشوع یعنی ترس، یعنی بترسید از اون خالقی که شما رو خلق کرد. آخه خب چرا بترسید؟ خشوع به معنی این هست که با تمام وجودتون آگاه باشید اون خالقی که همه چیز رو دارید میبینید و نمیبینید خلق کرده، شما رو هم خلق کرده. شما اگر این رو خوب جا بندازید در داخل خودتون، اون خشوع رو حس میکنید، اون خشیه رو حس میکنید، خاشع میشید، میتونید حس بکنید در اون نهایت نهایت آگاهی که به وجود میاد براتون که چطور امکان داره من اون خالقی رو که تمام ریزکاری های جهان رو آفریده، به اضافه منی که نشستم اینجا به عنوان این نمونه خلقت، منم به این ترتیب قشنگ آفریده. موام سرم یه جا، چشام یه جا، دهنم یه جا، گلوم یه جا، این یه جا، دست و پا یه جا، فلان فلان فلان، و تمام سیستم بدن اطاعت الله سبحانه و تعالی میکنه. و اون حرفایی که میگن دیکتاتور 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 دیکتاتور، این یه لغت کاملا بیخودی هست، ولی بدن شما طبق فرمایشات الله سبحانه و تعالی از این ور نمیره، خون میاد توی قلبتون، قلبتون یه راه ورود داره، یه راه خروج داره. اینا هیچ وقت برعکس نگردن دیگه. فکر کنین اگر یک روزی قلب شما تصمیم بگیره که عوض این که از این بری پمپ بزنه، از این بری پمپ بزنه، وقت چطوری خواهد شد؟ تمام زندگی شما ممکنه 100 سال باشه، 200 سال باشه. اون کسی که ما فکر میکنیم میشناختیم، البته شنیده بودیم، نشناخته بودیم، حضرت نوح میگن 900 سال عمر داشته. سبحان الله، 900 سال قلبش اطاعت امر الهی کرده، پمپاژی که کرده، پمپی که زده، اینطور تلمبه باید بگم، تلمبه ای که زده، قلبش خون رو از یه دریچه آورده برده به یه دریچه دیگه، اون دریچه آورده از این ور آورده برده به یه جایی داده به نام شش یا ریه، اونجا با اکسیژن چیز تبادل دادن، اون گاز کربونی که خون رفته جاش اکسیژن داده شده و اکسیژن برگشته رفته به قلب، بعد قلب اینو باز تلمبه زده رفته به تمام اعضای بدن، در راه اعضای بدن رفته غذا گرفته، هر یکی از این گلبول ها حامل غذا هستن، هر یکی از این سلول هایی که توی جریان خون هست فقط گلبول سفید و گلبول قرمز نیست، اینا چیزهای دیگه هم وجود هستن که میبرن تمام این غذاها رو به سلول ها میرسونن. مثل اینکه شما درتون رو میزنه یکی میگه آقا پیتزا آوردم از پاپا جان، پیتزا ها یه جایی براتون پیتزا آورده هم، تمام سلول های بدن شما اینطوری غذا رسانی بهشون میشه. و در ضمن وقتی در وا میکنید، شما پاپا جان بهتون یه چیزی میده، یا پیتزا ها یه چیزی بهتون میده، شما یه انعام میدید، این انعام هم اون چیزهایی که زاید هست در سلول به درد نمیخوره پس میدید. اینم میچرخه از اینجا میده تصویه خونه، یه مقدارش تاثیر میشه به عنوان ادرار میاد بیرون، یه مقدارش تاثیر میشه به ادرار مدفوع میاد بیرون، باز دوباره روز از نو، روزی از نو، اینطوری باز دوباره این حرکت میکنه. ببینی این بدن شما در روز چقدر کار میکنه، چقدر قلبتون تپش داره، میتپه، چقدر نفس میکشی. خب همه اینا رو من که درست نکردم، نه تنها اون، تازه
میگن بله، اگر یک زمانی، یک وقتی در یکی از شماها یک کمبود خلقت بوده، این از اون موقع که شده تا حالا مثلا میتونه ادامه پیدا کنه. مثلا اگر پدر بزرگ شما مرض قند داشته، ممکنه شما مثلا مرض قند داشته باشید. نه این طور باشه، اون طور باشه. البته بعضی از این حرفا درسته، ولی هنوز ثابت نکردن که همش درسته. چون مرض قند یا مرض قلب یا بعضی چیزها، بالاخره اونایی که مثلا الکل میخورن فلان میکنن، کبدشون ناراحت میشه، از ناراحتی کبد ممکنه صدمه ببینن. اونایی که شکر و این حرفا زیاد میخورن، تو قند میریزن، بعضی شکر رو با چایشون میخورن، یه همچین نه که شکر تو چایشون بریزن اینطور، یا اینکه انقدر چربی میخورن که تمام چیزها بسته میشه فلان میشه، از این طور هست. ولی هیچ کس تا حالا نتونسته راز خلقت رو پیدا بکنه. بله تونستن بشمرن، یه آگهی هست توی یکی از این یا روزنامه هاست یا یکی از این مجله هاست که میگن اگه میخوایی یه قطره خونتو بفرست یا یه تیکه از پوستتو بفرست و ما برات میکشیم این شجره نامه که سلولات چطوری هست. دورم یه لغت مخصوص DNA میگن اینو. حالا DNA منظورش چی هست نمیدونم، اینو باید بپرسیم. شماها که صدای ما رو میشنوید و میتونید اطلاعات رو به ما بدید، میتونید زنگ بزنید. در ضمن از بعد به شروع برنامه تلفن های ما بازه، هر کس میخواد به ما زنگ بزنه میتونه زنگ بزنه، صحبت هاتون رو بفرمایید، فرمایش رو بفرمایید و بقیه هم ازش استفاده کنن. شماره که با ما میتونید تماس بگیرید شماره هست 202-753-9933 و اینم یه شماره خیلی قشنگ به خاطر سپردنی هم هست. یعنی چی؟ 202 که مال همین شهر واشنگتن دیگه، 202 بعد 753 یه حالت مایل داره، از هفت که شروع میشه بعدش پنج بعدش هم سه هست، یعنی دو تا دو تا میره پایین، 7 5 3 بعد میپره پایین 99 33. بخواید زنگ بزنید خیلی هم تشکر میکنیم و باهاتون صحبت میکنیم. بله تمام اینها رو دارن در میارن، منتها هیچ کس نمیاد بگه که این خالق چطور ما رو خلق کرده که در تمام این ابعاد مختلفی رو که دارن پژوهش میکنن و در میارن و همین DNA که میگن مال هر کسی با کسی دیگه فرق میکنه. یعنی این اگر یک تسبیحی باشه که شد 1 میلیون چیز تسبیح داشته باشه، در مثلا تمام بشریت 20 تا 30 تای اولیه شبیه همن، بعد یکی تغییر میکنه، بعد یکی در بعد مثلا اونا هم همشه، بعد مال هر نفر ما اون آخریش فرق میکنه با این یکی. به همون نسبت هم که خب میدونید اثرای انگشت ما فرق میکنه. تازگی هم فهمیدن که این چشم ما وقتی توش نگاه میکنین، تو خرین چشم نگاه میکنین، اونم یه مشخصاتی داره که میتونه این مشخصات رو به شما بده. بله همش میگیم بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم، یا باید با هم بسازیم یا هم دیگر اینقدر بکشیم که کسی دیگه نباشه تو این زمین. بعدم میگیم به اندازه کافی در این کره زمین که در حال حرکت هست به عنوان اون کشتی فضایی هستش، اون سفینه فضایی هست که در حال حرکت هست، دور خودش میچرخه، از نور خورشید انرژی میگیره برای تمام سطح زمین اینطور که میچرخه، زمستونش یه جور، تابستونش یه جور، 4 تا فصل گذاشته شده برای اونهایی که متنوع باشه براشون. خب برای یه دی در قطب شمال زندگی میکنن، یه در قطب جنوب زندگی میکنن. یه رندی به ما گفتش که صبر کن ببینم اگر زمین دور خودش میچرخه سرعتش چقدره. ما گفتیم مثل این که 16,000 مایل در ساعته، یا 16 مایل در ساعت، یه همچیز 16,000 مایل، یعنی اون سرعتی که داره اینطور داره میچرخه دور خودش در ساعت چطوری داره میچرخه. بعد یکی به ما گفت اگه شما روی قطب شمال وایسادید سرتون گیر میره. گفتم چرا؟ گفت مثل فرفره میچرخه دیگه.
سوال جالبیه، منم جواب ندارم برای این چیزها، ولی خب این بره خود به شمال یا جنوب وایس ببینیم واقعا مثل فرفره داره میچرخه، یا اینکه اون جایی که وایساده طوری هست که حس نمیکنه و یعنی خب برای سرش گیج میده اونجا اینطوری بخواید برید. اینو نمیدونم، حتما باید پژوهش بکنن بفهمیم که چی میگن یا چی میگن. ولی با دانستن این که ما همه با هم هستیم، یه عده براشون این کفایت نداره، باید یه عده رو به جون هم بندازن و از این کشت و کشتار زندگی اینها رو تباه کنن و این برنامه پیش بره. برادر عزیزمون از اتاق کنترل به ما گفتن که امروز بالاخره اعلان شده که ایران ذخایر گاز طبیعیش در تمام دنیا یکه، یعنی در تمام دنیا اگر 100 تا ذخیره باشه ایران بزرگترین ذخیره نفتی دنیا رو، ببخشید گاز طبیعی دنیا رو داره. و حتما هم میدونید که گاز، سوختن گاز انقدر به فضا صدمه نمیده، یعنی اون چیزهایی که از سوخت گاز طبیعی به دست میاد انقدر مضر نیست که مثل نفت باشه یا زغال سنگ باشه یا چوب باشه. و این خبر خوشی هست الحمدلله. و امروز جالب بود، ما امروز یک جایی رفته بودیم، یه بحثی بود راجع به همین اتفاقاتی که در اون منطقه داره میفته و اتفاقاتی که داره میاد اثرش این طرف میشه و صحبت هایی بود و چند نفر اونجا بودن که امکانا معرف حضور شما باشن. یکیشون این آقای مکفارلن بود، رابرت سی مکفارلن، و ایشون یک زمانی جزء رئیس امنیت داخلی امریکا بودن در زمان آقای ریگن، یا ریگان هم به اون میگن، ریگن، ریگان، از سال 1983 تا 85. بله. بعد در زمان ایشون بود که آقای مکفارلن اونجا بودن که این تماس ها با ایران گرفته شد و این یک مقدار اسلحه میخواستن از یه جایی بخرن و بفروشن و میخواستن به یه عده‌ای در آمریکای لاتین کمک کنن. اونا بهشون گفتن کانترا که توی السالوادور بودن اینا، یا یه جای دیگه، نیکاراگوه بودن فکر میکنم، اینا تو یک مملکت به نیکاراگوه بودن و دو تا برادر بود، دانیل آرتیگا و یه نفر دیگه، و اینها گفته بودن که ما با آمریکا مخالف هستیم و مبارزه میکردن. خب آمریکا اون زمان قانون بودش که به هیچ وجه وارد هیچ دخالتی در هیچ مملکتی مخصوصا در آمریکای جنوبی نشن، و ریگان هم اینا رو آورده بود، گفته بود خب چیکار کنیم چیکار نکنیم. یه آقایی هم بود به نام آلیور نورث، ایشون هم با اینا همکاری کرد و اینا با ایران تماس گرفتن. اون موقعی بودش که صدام حسین به ایران حمله کرده بود و به شدت مردم ایران رو تحت فشار و بمباران و این کارا انجام داده بود، و یه مقدار اسلحه هایی که امکاناً میتونست این ورق رو یه ذره بچرخونه اینوری، ایرانی ها داشتن تمام این اسلحه ها رو در انبارهای مهماتشون، منتها افرادی که از این محل این مهمات اطلاع داشتن اومده بودن بیرون از مملکت و مملکت همینطوری مونده بود دیگه. وقتی انقلاب شد یه عده زیادی اومدن بیرون، از جمله افرادی که در ارتش بودن یا در نیروی هوایی بودن، نیروی دریایی بودن، نیروی زمینی بودن، اینا همه اومدن بیرون و اطلاعاتی که اینا داشتن رو به مردمی که در داخل بودن ندادن. ممکنه مثلا در یه جایی همین الانه زیر تپه زیر خاک فلان کلی اسلحه باشه، اینو هیچ کس خبر نداره جز این افرادی که میدونستن. و علت این هم که ما داریم میگیم این هستش که قبل از انقلاب سال 1174
بله دیگه 74 که جنگ، ببخشید 72، وقتی که جنگ ویتنام بالاخره تموم شد، آقای نیکسون اومد با شاه گذشته ایران صحبت کرد که ما حاضریم تمام این اسلحه‌ای که اینجا داریم رو به شما بفروشیم به قیمت مثلا فلان و بهمان، دیگه ور نداریم اینا رو از اینجا ببریم تا آمریکا، چون خرجمون خیلی زیاد خواهد شد، اینا رو همجا از این بریم به شما میدیم، شما اینا رو جابجا بکن. شاه همون موقع به اینا گفته بود که خیلی خوب، من حاضرم این کار رو بکنم به شرطی که هر اسلحه‌ای آمریکا داره و من میخوام بدون شرط و شروط، بدون اینکه کنگره آمریکا بخواد اینو تصویب بکنه به من بفروشید. نیکسون هم گفته خیلی خوب، چون شما به عنوان یک نماینده خیلی مهم آمریکا در این منطقه هستید، اینو قبول کرده بود. نیکسون که با اون افتضاح ورقش برگشت، اون افتضاح ورق برگشتنش هم کلی داستان داره که چرا ورقش برگشت، ولی خب ورقش برگشت و یه آقای به نام فورد اومد رئیس جمهور شد که قبلا معاون چیز بود، معاون آقای نیکسون بود و نیکسون استعفا داد و آقای فورد اومد رئیس جمهور شد. اولین کاری که کرد عفو عمومی برای آقای نیکسون صادر کرد که به هیچ وجه اینو تحت تعقیب مجازات قانونی قرار ندن. و بعد از آقای فورد بعد آقای کارتر انتخاب شدن و اولی کاری که آقای کارتر کردن در سفری که به ایران کردن به شاه گفتن که شما باید، آها، در ضمن این قراردادی هم که امضا شده بود یه طرفه بود، یعنی شاه فقط میتونست اینو لغوش کنه، امریکا نمیتونست اینو لغوش کنه. و البته خب یه مشکل بزرگی برای عربا بود، برای یهودیا بودش که چطور امکان داره اینا هر اسلحه‌ای خواستن بخرن بدون که کنگره حرفی بزنه. کارتر که انتخاب شد اول کارش این بود که رفت ایران و شاه رو در فشار قرار داده، گفتش باید شما اینو لغوش کنین. اونم خب از خودش چیزی نداشت، اون اواخر دیگه از خودش رأی نداشت، از خودش چیزی نداشت که بگه نمی کنن. بله اختیار در لغت اختیار دوست عزیز می فرمان که از اون اولش هم اختیار نداشته، حالا اینطوری شده از دخور اختیاری از خودش نداشت و بالاخره این کار رو کرد و همونطور که می دونید که بعد از یه مدت دیگه کاسه کوزه تو سر همه ریخت و سر 79 ایشون کله پا شد، که درست 4 سال بعد از این بودش که آقای کارتر انتخاب شد. ایشون سال 1976 انتخاب شد، 4 سال بعدش که 80 می شد ریگان اومد، ایشون دیگه انتخاب نشد، یعنی ایشون هم کله پا شد. بله خواهی به هر حال تمام این حرفا رو برای چی می زنیم؟ برای این داریم می زنیم که اونهایی که در امریکا دارن نقشه میکشن برای مردمی که تو اون منطقه زندگی میکنن، نمیخوان بدونن که چرا یک جوونی که سنش 18 ساله یا 25 ساله یا 27 ساله چرا امکان داره این انقدر مایوس شده باشه که به زندگی خودش کمترین اهمیت نداده باشه و به هر کاری بخواد دست بزنه. و این حرفی بود که آقای اوباما گفتن ما چطور با این افرادی که به زندگی خودشون انقدر ارزش قائل نیستن، ما با اینا چطوری بتونیم دعوا بکنیم؟ خب با اینا چطوری دعوا بکنیم؟ من بهتون میگم مملکتشون رو غارت نکنید، بذار این ثروتی که تو مملکت هست دست این جوونا بیفته، بذار این جوونا از این کارا استفاده بکنن. همشون هم در ضمن میگن که این جوان که این کارا رو دارن میکنن خیلی تحصیل کرده هستن، خیلی فلان هست. خب مگه دیمونن اینا انقدر فشار میارید به اینها؟ پدرشون، مادرشون، خواهرشون، همه رو فشار میارید به اینها؟ اینها از خودشون هیچ چاره ای جز این کار ندارن و هی میگین آره چرا این کار کرد، چرا اون کار کرد، چرا این وری رفت، چرا اون وری رفت. و با وقاحت کامل این آقایون دارن میگن بله راه حل این هست، در عراق کردستان باید مستقل بشه.
یعنی چی؟ یعنی در حال حاضر اون استقلال رو هنوز نداره. دولت مرکزی عراق هستش که اون بعضی از داد و ستت ها بعد از اون طریق انجام بشه، بودجه از این ور بیاد، بودجه از این ور بره، نفت از این ور صادر بشه، سرال بشه. اینا دارن میگن نه، کردستان باید جدا بشه. حالا کردستان عراق که جدا شد، بغل دستش کردستان ترکیه هم هست، این ورش هم کردستان ایران هست. یعنی اینا هیچ از اون زمانهای قدیم بین خودشون مرز نداشتن. گوسندایی که از کردستان ایران میرفتن اون ور چرا میکردن، شب هم برمیگشتن، چون این کردها بالاخره همه برادر خواهر همدیگه هستن. این آقا میگفت ها حالا وقتش رسیده که ما یک تکال بزنیم که کردستان رو جدا بکنیم. بعدم میگفت این حرف رو که میزد، بعدم میگفت منتها مشکل ما آقای رئیس جمهور ترکیه است، این یه جا با ما همکاری میکنه یه جا با ما همکاری نمیکنه. خب البته که معلومه نمیکنه. شما میخواهید یک تیکه از بدن یک کسی جدا بکنید، اون هیچی نگه. بعدم یه حرفی زدن، این آقا یک چیزی گفت که خیلی برای من جالب بود. ایشون گفتن که وقتش رسیده همونطوری که در اروپا ما یک تشکیلاتی داریم به نام دفاع آتلانتیک شمالی، تشکیلات آتلانتیک شمالی که بهش نیتو میگن، گفت یه همچین تشکیلاتی رو ما برای عرب های خلیج هم میگن ها، آرشون میاد بگه خلیج فارس، برای عرب های خلیج درست بکنیم و ترکیه. کینا در مقابل، خوب گوش کنید، در مقابل کی وایسن؟ در مقابل ایران، عراق، سوریه و حزب الله. و در ضمن مواظب این روسان باشید که این روسان دستی که جای پای آمریکا خالی بوده اومدن. حالا دیگه نمیگه که بابا اینقدر پولی که میخواید خرج کنید آدم کشی بکنید، اینقدر تریلیون دلار، چندین تریلیون دلار میگن اینا خرج کردن در عراق و افغانستان برای خاطر کشتن چقدر آدم، 1 میلیون 2 میلیون آدم کشتن، این پولو بیایید اونجا برید به افرادی که اونجا هستن کار ایجاد کنن. من میام میگم آقا من فردا یه کارگاه درست کردم که میز بسازم، شما به من پول بده که من این کارگاه رو درست کنم. پول بگیر کارگاه درست کن، چوب به کار، چوب در بیار، اره بکن، چوبا رو درست کن، بیار میز بکن، بفروش به مردم خوده. خود مختاری و خود کفایی مردم ما دیگه نمیخوان نوکری بکنن، اینا هم نمیخوان بفهمن، هرچی هم بهشون میگی نمیفهمن، هرچی بهش میگی بابا 50 نفر 100 نفر 150 نفر 200 نفر در اروپا کشته شدن، ببینی چه قشقریقی به پا شد. یا الله تو همین واشنگتن، تو اروپا، تو هر جای دیگه شم روشن کنی، این ور بزن اون ور بزن، آی داد بیداد فلان. هر روز اینقدر آدم میکشید، چه در فلسطین باشه، چه در افغانستان باشه، چه در عراق باشه، چه در سوریه باشه، چه در یمن باشه، در تمام این جاها دارید اینقدر کشتار. مگه اینا آدم نیستند؟ مگه اینا پدر و مادر ندارن؟ مگه اینها خواهر برادر ندارن؟ شم برای اینا کی داره روشن میکنه؟ مگه میگیم این افراد مادر ندارن، خواهر ندارن، برادر ندارن؟ همین ها هستند که وقتی که میبینن شما 100 نفرتون رو کشتن اینجا، این قشقه رو به پا کردین، اونا میگن سب کن ببینم، یا از امریکتم برو بیرون، یا منم میام اونجا یک کارا رو براتون میکنم. اینها مایوس نیستن، افرادی هستن که فشار داده شده تا رسیدن به یک همچین مرحله ای. و
این آقایون به هیچ وجه اینها رو نمیخوان بدونن و در ضمن یکویی میرن به اون جایی که میگن بله این افراد اومدن میگن ما خلیفه هستیم، ما خلیفه میخواییم باشیم، ما میخواییم کسی باشیم که فرمان الله سبحانه و تعالی رو در روی زمین گسترش بدیم. البته صحبت زیاد هست، وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تشریف آوردن و رفتن در مکه و این آیاتی که بهشون نازل میشد رو بیان کردن، بعد رفتن مدینه، بعد از اونجا برگشتن مکه و دین اسلام معرفی شد به تمام دنیای اون زمان، 1500 سال پیش، 1460 سال پیش معرفی شد. 1400 سال که گذشته 1,800,000,000 جمعیت دنیا این دین رو قبول کردن و تعدادی هم در حال حاضر دارن همین کارا رو میکنن. بعد از اینکه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفتند، پایه دین اسلام رو روی اصل سیاست و چی میگن دفاع، سیاست دفاع از مردم، فهمیدید، یه جا جمع شد و اون شخص اسمش رو خلیفه، یعنی کسی که بعد از حضرت پیغمبر پرچم اسلام رو دست گرفت، نه تنها برای دین، برای سیاست، برای نبرد، برای همه چیز به یک نفر داده شد و اولین سیستم به قول اینا دموکراتیک، سیستم انتخاب این شخص به نام ما به عنوان ابوبکر. ابوبکر با رأی اون زمان اون مردم اونجا انتخاب شد. چطوری هم انتخاب شد؟ هر قبیله برای خودش یه سرقبیله داشت، قبیله جمع شدن گفتن آقا ما به فلان کس میخوایم رأی بدیم. این سرقبیله اومد با چند صد سرقبیله دیگه، اومدن در یه جایی به چند نفر گفتن ما به فلان کس میخواییم رأی بدیم. اون چند نفر رفتن بودن خیلی خوب، ما تمام رأی همه را جمع کردیم، ابوبکر میشه خلیفه مسلمین و ابوبکر شد اولی خلیفه مسلمین و خلافت، خلافت موروثی نیست. این فرق میکنه. بعد از ابوبکر عمر خلیفه شد، بعد از عمر عثمان خلیفه شد، بعد از اون هم حضرت علی علیه السلام خلیفه مسلمین شدند و در تمام مدت زمانی که این اشخاص خلیفه بودند، دین اسلام خیلی خوب داشت پیش میرفت. مراکز درس و مراکز علم و دانش و همه این چیزا داشت مثل شکوفا میشد، مثل گل از زمین داشت در میومد، تا اینکه یه شخصی به نام معاویه اومد و گفت آقا من میخوام همه خلیفه بشم، همه پادشاه بشم. و از اونجا این مسیر یه ذره برگشت. برگشتش هم این بودش که این خلافت رو موروثی کرد و از بعد از اون ما خلیفه 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 درست حسابی نداشتیم و انشاءالله روزی خواهد شد که تمام مردم دنیا و مردم مسلمان به اون حالتی خواهند رسید که بین خودشون کسی رو انتخاب خواهند کرد که این پیشوا باشه، یعنی اون کسی که رهبر اون چیزا باشه، مسلمانای دنیا باشه. در حال حاضر ما اینو نداریم. چرا؟ شیعه و سنی در آوردن، سنی هم وهابی داره، اینو داره، اونو داره، شیعه هم چند امامی داره، این که امامی داره 12 امامی داره، تمام این شکاف ها رو انداختن که مبادا اینها با هم یکی بشن و بتونن مملکت های خودشون رو آباد کنن. به کسی هم کاری ندارن، یعنی به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه اسلام به کسی تعرض نکرده، برخلاف این که میگن اسلام با شمشیر رفته این ور، با شمشیر رفته اون ور، همش حرفه. تمام اسلام که به فیلیپین و مالزی و اندونزی و جاهای دیگه اون جاها رفته، به هیچ وجه هیچ کس نرفته شمشیر کشی بکنه. بپرسید، برید ببینید، هیچ کدوم اینا نبوده. پس بنابراین چطوری شده
اومدن این کارا رو کردن که اینا از هم مقابل همدیگه وایسن. هنوز هم از رو نرفتن، میخوان یه نیتو درست کنن، یک تشکیلات فرماندهی درست کنن که این تشکیلات عربا باشه، با ترکیه مصر هم بادیر بکنن، در مقابل کی؟ در مقابل ایران، عراق، سوریه و لبنان. که فکر کنین یعنی چی؟ یعنی اینها تمام افرادی هستن که مشخص برای شیعه هستن، یعنی تمام اینها در راه شیعه هستن، اون یکی ها سنی هستن و میخوان اینها رو به گله هم بندازن. براشون کافی نبوده. ببخشید. حالا اینا که دارن میگن ما میخوایم خلیفه بشیم، خلیفه بشیم، فلان بشیم، خب اینا هم یه چیزای میخوری از خود درآوردنی است. ولی در حال حاضر یه جایی هست در اروپا که در یه جایی هست در اروپا، در روم که پایتخت ایتالیا میشه، در این پایتخت یک محلی هست که خودکفا و برای خودش مستقله به نام واتیکان. واتیکان چون برای خودش مستقل هست، برای خودش ارتش داره، مثلا ارتش که چه ارز کنم، چند نفر پاسدار داره، یه افرادی که وای میسن اونجا، برای خودش خزانه داره، برای خودش هم تشکیلات اینو داره، تشکیلات اونو داره، فلان 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 فلان، و هر سال بودجه مخصوصی داره و تمام کاتولیک های دنیا درصدی از درآمدشون رو به شعبه های این کلیسای کاتولیک که در تمام دنیا هست باید بدن، پرداخت کنن. هر چند وقت یه بار اون کسی که انتخاب شده به عنوان پاپ اعظم یا اون فردی که به عنوان اون کلاه سرش میذاره، هر چند سال یه بار این شخص وقتی فوت میکنه باز دوباره از طریق اون افرادی که اونجا هستن و لباسای سرخ تنشون هست، یه نفر دیگر رو اینا از بین خودشون انتخاب میکنن که اون میاد باز دوباره برای چندی سالی که زنده است این اعمال انجام بده. تنها پوپی که ما به خاطر داریم نمرد و کنار رفت پوپ قبلی بود و بندیکت نم فلان اسمش بود، اونم داستان برای خودش داره که چرا رفت و چرا نه. هیچ کس حرفی نمیزنه که چرا اینو پوپ دارن، هیچ کس حرفی نمیزنه. پوپ داره دیگه، به توجه رهبر کاتولیک های دنیا. خب ما میخوایم یه رهبر مسلمان های دنیا داشته باشیم، نمیشه، نمیشه. چرا نمیشه؟ این که ممکن کننده است در به شما ها وحشی هستید، شما ها هم به اینطوری هستید، اونطوری هستید. خوب بدونید صدا داره میاد، بعد امکان داره که انشالله رحمان که این رهبر کاتولیک های دنیا مانعی نداره، ولی رهبر مسلمان دنیا خیلی مانع داره. مثلا در اون کشخاصی که سنی هستن ما نمیدونیم کسی رهبر اینا باشه، اینا هر کدومشون برای خودشون یک کسی یک راهی رو داره انتخاب میکنه. در عربستان یک کسی بوده به نام بنباز که راه وهابیت رو نمونجا درست کرده، فلان کرده، یه دیگه جایی دیگه هم هستن کار میکنن. الحمدلله، الحمدلله، خوشبختانه در ایران ما بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران، بعد از امام خمینی رحمت الله علیه، ایشون گفتن آقا ما یه نفر داریم اینجا به نام ولایت فقیه، این شخص هستش که نماینده مردم هست که در راه هدایت و رهبری دین و بقیه کارها همش زیر دست این شخص هست. یعنی ولایت فقیه یعنی همه ارتش زیر دستش هست، هر خزانه زیر دستش هست، همه چی زیر دست این ولایت فقیه هست. چه قشقرقی به پا کرده، آقا ولایت فقیه یعنی چی، این یعنی چی، اون یعنی چی، چطور میشه، چطور نمیشه.
ولی الحمدلله تعالی ادامه داشته. خب بالاخره زمان برای همه محدود هستش که بالاخره یک زمانی خواهد رسید که در ایران ممکنه یک تغییراتی باشه از لحاظ زمان زندگی، و کسی هم هست در عراق به نام سیستانی، آیت الله سیستانی، و ایشون هم در سن و سالی هستند. یک کسی هم هست در لبنان به نام سید حسن نصرالله فکر میکنم باشه، و یک زمانی خواهد رسید که تمام اینها یکویی با هم یکی خواهند شد و تمام کشورهایی که درشون شیعه هست از یک رهبر اطاعت خواهند کرد. اینها از حالا این بازی ها رو در میارن برای اونه که نکنه یه همچی خبری بشه، نکنه یه همچی خبری بشه. به سنی ها گفتن بیایید یه همچی کاری بکنید، و اینها اومدن و این افراد داعش رو درست کردن که اینا میگن ما خلیفه مسلمین هستیم و تا حالا هر کاری کردن مسلمون کشی کردن، دست رازی به جایی نکردن، جز برنامه نیست که این کارها رو بکنن. بعد اینا هم دیگه دیدن نه از اینا فایده نداره، اینا مثل که بدرفتاری کردن، یه توی خود هم اینا یه در اومدن که آقا صبر کن ببینم چرا اینطور شده چرا اونطور شده، حالا ما چیزی رو که نمیدونیم نمیگیم. ولی در حال حاضر چی هست؟ روسیه اومده ایران، عراق و سوریه و حزب الله، اینا با هم دیگه دست به دست هم دادن و گفتن ما تمام این منطقه رو از هم از لوس اینها پاک خواهیم کرد. حالا چند هفته پیش بود یه هواپیمای روسی که هواپیمای مسافربری بود در صحنای سینا اصابت کرد با یه بمب، یا توش بمب گذاشته بودن یا از کجا زدن فلان کردن مهمان کردن، اینا گفتن ما کردیم، ما میگیم آره جون تو. محلش کجا بوده؟ صحرای سینا. درست چند روز بعد از سفر یه شخصی که اومد آقای اوباما را دید و برگشت، بعد از این بود که روسا اومده بودن در سوریه داشتن بمباران میکردن و آقای پوتین گفت که آقا ما میخواییم این کسی که به نام رهبر این خلیفه ها هست چیشی بغدادی رو، ما میخواییم اینو زنده بگیریم، اینو کسی نکشه، که ما ازش بپرسیم تو رو کی این راه رو به یاد داده که اومدی جلو، کی به همین راه رو نشون داده که هر روز هم دارید این پیشرفتها رو میکنید. امروز هم تو این جلسه گفتن باز دوباره که برای اولین بار یک گروه اینطوری برای خودشون این مملکت ساختن بین عراق و سوریه، یک گروه همچین برای خودشون درآمد دارن. هیچ کس هم نمیگه بی حساب درآمدش از کجاست، این از فروش نفته، خب نذاریم بفروشه. شمایی که ادعا میکنید همه چیز رو میدونید، ادعا میکنید همه چیز، در ضمن باز دوباره برمیگردید به یه چیز دیگه، در فرانسه این فجایعی که اتفاق افتاد همه گفتن ما نمیدونیم اینا از کجا اومدن، 24 ساعت طول نکشید همشون رو گرفتن، یکیشون هم کشتن. همه اینا ما رو سر کار گذاشتن. آقا جون اگه میدونی داره میاد چرا جلوشو نگرفتی؟ چرا گذاشتی بچه های مملکت خودتون رو اونطوری بکشن؟ چرا گذاشتی شهروند های خودتون رو در فرانسه اینطور بکشن؟ این آقای اولاند چرا گذاشتی این کار انجام بشه؟ بر حالا داری سینت رو میکوبی اینطوری اینطوری، بعد تمام این کارا رو برای چی کردید؟ یکویی با یک سنگ چندی نشون رو زدی. بله بفرمایید. اخبار اینطوری دارم میگن که بله یه عده در خود فرانسه اعتراض کردن به دولت، آقا این افراد مال خود فرانسه بودن، چرا رفتی تو کله یکی دیگه اونجا میخوای بزنی؟
چرا دنبال جنگ هستید؟ چرا دنبال خونریزی هستید؟ فرانسه هم که سابقه خیلی خیلی قدیمی خونریزی داره. حتی چند روز پیشا در اخبار گفتن یک جایی به نام مالی که قبلا مستعمره فرانسه بود خجالت نمی کشن میگن اینو، بدون خجالت میگه آقا مالی قبلا مستعمره فرانسه بود، نمیگه که خیلی ببخشید که ما غلط کردیم، یه زمانی رفتیم اونجا نفهمیدیم و اونجا رو مستعمره خودمون کردیم، نمیگن این حرفو. و با کمال شقاوت و بیهیایی تکرارم میکنه که بله این مالی همون مالی هستش که یه زمان مستعمره ما بوده. مردم دنیا آگاهن، مردم دنیا میدونن همه اینها کارهای بدی که کردن در پرونده هاشون ثبته. تعداد خیلی کمی در دنیا هستن که اینطور پرونده های اینطوری رو ندارن، خیلی خیلی کم هست اینطور مملکت ها. بله هفته پیش ما راجع به یه آقای به نام کلاوس شواب صحبت کردیم، این خیلی جالبه های اسمش هم گفتیم کلاوس K-L-O-U-S کلاوس شواب هم S-C-H-W-A-B یا همچی شواب گوگل گوگل کنید میاد. سعی کنید ببینید پدرش کی بوده یا مادرش کی بوده، اگه تونستین پیدا کردین، اگه تونستین پیدا کنید، اگه تونستین پیدا کنید به ما بگید. بله اینها رد گم میکنن، ریز گم میکنن، انقدر قدرت دارن تمام هرچی که راجع به این هست پاک میکنن، نمیذارن به دست بقیه برسه. بله ایشون یه تشکیلاتی دارن، یه اسمای خیلی قشنگی هم براش میگذارن، یه جایی به نام داووس که هر شنونده امکان داره شنیده باشه این اسمو که در سوئیس یه جایی هست. اینا هر سال اونجا جمع میشن و عضوی هم هست، هر کسی که میخواد عضوی همچین گروه بشه باید یه پول کلانی بده، هم $30,000 $40,000 باید بده که عضو بشه. این رو تازه هر عضوی رو که پول داره قبول نمی کنن، برای که $30,000 خب پولی نیست برای اونایی که پول دارن، برای ما خب الحمدلله خیلی پولی. بعد هر سال هم که اینجا یک تشکیلاتی هستش که جلساتی شروع میشه، نم $25,000 چقدر باید بدید که بیلیت بگیرید که بهتون راه بدن برید تو. و یه عکسی از آقای روحانی ما دیدیم، مثل که پارسال ایشون هم رفته بوده اونجا. هدف این گروه، هدفشون این هست که مردم عمومی چیزی سرشون نمیشه، ما هستیم که سرمون میشه، ما هستیم باید ردیف زندگی رو به اینها یاد بدیم، به اون راهی که ما میگیم راه بیفتن، غذایی که میگیم بخورن، لباسی که میگیم بپوشن، کفشی که ما تر میکنیم تنشون کنن، فلان کنن، به ما کنن، این از این ور رد نشه. این حرفا شنونی. این آقای داووس هم، ببخشید آقای کلاس هم، کلاس شواب هم این با کمال پررویی داره میگه و چشایی هم داره که اصلا توش کوچکترین اثری از زندگی توش نیست، مرده است، چشم مرده است به سیگه دارید نگاه میکنید. بعد هم ایشون میگه بله امسال، یعنی امسال که داره میاد ممکنه همین در زمستون باشه دیگه، در اونجا این تشکیلات باز داره شروع میشه. بعد میگفتش که آره ما میاییم که راه حل پیدا بکنیم برای تمام مردم دنیا. خب راه حلی که میخوان پیدا بکنن راه حلی هستش که پول بیشتری تو جیب اونایی که دارن میرن اونجا بریزه، نه که اینکه رفاهی برای مردم بتونن ایجاد بکنن، نه اینکه مثلا بعضی از بیماری هایی رو که به شدت مردم رو تحت تاثیر قرار گرفت داده، مثلا اینها رو بتونن براش راه علاجی چیزی پیدا بکنن، یا
قدم‌هایی برای پیشرفت بشریت بردارن، جلوی جنگ رو بگیرن، به تمام مملکت‌ها بگن آقا 10% از بودجه جنگتون رو بریزید توی کاسه اینجا و اجازه بدید که این کاسه، این 10% بودجه های جنگ شما رو این کاسه به مردم کمک کنه، به مردم راه نشون بده. هیچ کس جنایتکار به دنیا نمیاد، هیچ کس دوست نداره کسی رو بکشه. یه دوستی داریم برای ما یه چیزی فرستاده بودن که یه شخصی مثل که بچه خودش رو خفه کرده یا نم چیکار کرده توی ماشین یا توی آب خفه کرده، بعد گذاشته تو ماشین، ماشینم آتیش زده، فلان کرده، به ما کرده، حالا هم گرفتن. ببین دنیا به کجا داره میرسه که یک مادر به بچه خودش این کارو داره میکنه. حالا چرا کردهش حتما در میاد که چرا این کارو کرده. تو این دنیا انقدر ذخایر زمینی، زیرزمینی، آسمانی، دریایی، همه چیز هست، نه تنها برای 7.5 میلیارد جمعیت دنیا بلکه برای 50 میلیارد جمعیت آینده هست. یه جایی بودیم چند روز پیش، بعد یه شخصی وارد شد و صحبت از این ور از اون ور شد و ایشون گفتن من باهایی هستم. گفتم خیلی خیلی خوشحالم زیارتتون میکنم و گفتم آیا شما میگید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله؟ و ایشون گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. من صحبت کردیم همینطور از این ور اون ور، ایشون برگشتن گفتن دین اسلام مال خیلی وقت پیشا بوده، این دیگه برای حالا صدق نمیکنه. گفتم میتونید یه مثالی بزنید؟ گفت بله، اون زمان عرب ها بچه هاشون رو زنده به گور میکردن. وقتی یک بچه به دنیا اومد اگر دختر بود زنده به گور میکردن فلان. حالا دیگه این خبرها نیست. از اونجایی که الله سبحانه و تعالی با اون خاص خودش، با اون رحمت خودش بعضی وقتا یه اعانه هایی به افراد میده، بدون اینکه من اصلا بخوام زیاد فکر کنم گفتم برادر همون کار اینجا داره انجام میشه. گفتم خب این اسم اینجا هست سقط جنین. در بعضی از جاها یک کلینیک های کوچولویی گذاشتن به نام کمک به خانواده و شما میری اونجا اگر زن هستی و حامله هستی میگن دراز بکش اینجا سقط جنین میکنن، اون در میارن، اولش که به خاک بسپرن تیکه پارش میکنن و مصرفش میکنن. الله سبحانه و تعالی 1400 سال پیش گفت این غلطه. نه تنها اون موقع غلطه، حالا هم غلطه و تا آخر هستی هم غلط خواهد بود. چطور امکان داره شما بگید که قرآن مال اون وقته به این وقت نیست؟ بر البته خب ما برادران ما هستن، خواهران ما هستن. بعد برگشتن گفتن حتی میدونی چطور شده؟ گفتم والا نمیدونم چطور شده، بفرمایی که ما بدونیم. الحمدلله رب العالمین. ایشون گفتن که بله، بعد از اینکه خمینی این کار رو کرد. بعد گفتم بابا جان من، شما آقای فلسفی مگه یادت رفته چی کار کرد؟ اون زمان اومد در یک ماه رمضان هر روز رفت بالای منبر ساعتی 2 بعد از ظهر بعد از نماز ظهر حرفایی زد که مردم ریختن اون محل عبادت باهایی ها رو، تو خیابون ویلا بود کجا بود اون برا، گرفتن و زدن و کوبیدن. بعد ما فهمیدیم بله این کار سیاسی بوده، چون آمریکا میخواست یه مقدار با ایران نزدیک بشه و خب روسا میگن ایران مال ماست دیگه، مستعمره ماست، شما برید پی کار کنید. از دفعه اولشون هم نبود. بعد گفاره بعد از اینکه این شد، بعد خمینی شد، حالا دین باهایی در تمام دنیا چنان زیاد شده، چنان تورم الحمدلله رب العالمین. الحمدلله کافر نیستن، اقلا الله سبحانه و تعالی رو قبول دارن. از الله گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. نمیدونم ایشون خالص و مخلص این حرف رو زد یا بقیه باهایی هم این حرف رو میزنن یا نه.
اونایی که میشنوید صدای ما رو، که کسی هست تو همین منطقه ما زندگی میکنه، گفت من باهایی هستم و من میگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، و انشالله الله سبحانه و تعالی همه رو حفظ کنه، هدایت کنه. و وقت ما برای به انتها میرسه و بیشتر از این ما نتونستیم، صحبت های دیگه هم داشتیم که براتون بگیم. فقط یه تیکه کوچولو رو اینجا براتون میخونم که به فارسی هست. اینم نوشته چی نوشته؟ یا الله، بله بله، میگن خبرگزاری غرب، هم بین الملل غرب، در دانشگاه به ما آموزش میدادند چگونه براندازی در کشورها رو مدیریت کنیم. بسیاری از استادان ما مستقیما از وزارت خارجه امریکا می آمدن. یک هفته خود من را از دانشگاه اخراج کردند، چون میخواستند درس این را بدهند که چگونه باید حکومت ایران را عوض کرد. سرفصلهایی که من میدانم درباره ایران داشتن اینها بود که مثلا از طریق تصویر و نقاشی چگونه جوانهای ایرانی رو جذب کنید. بعد حالا میگه گروه این خانم رو ما میشناسیم، بله، یه گروه بین المللی مشرق، روابط میان دولت‌های مختلف در دنیا امروز بیش از آن که بر پایه قدرت نظامی شکل بگیرد تحت تاثیر قدرت نفوذ آنها در میان ملت‌ها است، که اگر دوران جنگ سرد را با دوران جدید روابط بین المللی مقایسه کنیم، این تفاوت به وضوح خود را نشان می‌دهد که امروز این گونه نیست. هر کشوری بمب‌های اتمی بیشتری داشته باشد، بیشتری نفوذ را نیز در دنیا اعمال کند. در دوران جدید ابزارهای تقویت نفوذ و قدرت نرم جای جنگ افزارها را گرفته، و شاید هیچ ابزاری برای تقویت قدرت نرم به یک دولت تاثیرگذارتر از دیپلماسی عمومی نباشد. دیپلماسی عمومی یک علم و تخصصی کاملا جدید است که هر سیاستمدار باید با آن آشنا شود. بله، این یه خانومی هست به نام سریا سپهپور اورلیچ، که ایشون فکر میکنم یک زمانی اینجا با یکی از این مساجد مثل یه وکیل هم هستن، یه چیزایی داشتن. به هر حال انشالله میان خبر میامه در خصوص تعریف ماهیت روش ها و اهمیت دیپلماسی عمومی. و سریا سپهپور اورلیچ کارشناس ارشد دیپلماسی عمومی و روابط بین‌المللی از دانشگاه کالیفرنیا جنوبی آمریکا گفت، و در ضمن این مصاحبه با مشنر کرد که نرم افزار به زیر 60 وقت نداریم، انشالله بعدا انشالله بتونیم اینو باز دوباره بیاریم. وقت ما تموم شد، از شما تشکر میکنم حضور داشتید اینجا در این ضیافت گفتگو. از تمام دوستان تشکر میکنم، از دوست عزیزم آقای میناسیان خیلی تشکر میکنم، همیشه با ما در تماس هستید، و تشکر زیاد از فرخون که به ما چیز زده بودی که چرا جواب تلفن نمیدید. فقط برنامه زنده ما امروز دوشنبه و روزهای شنبه از ساعت 10 تا 12 است. بله، پیام بگذارید، زنگ بزنید، پیام بگذارید، پیام های شما میرسه، با کمال میل جواب میدیم. انشالله اجازه بدید هفته آینده هم خدمتتون برسیم. سلام مخصوص به تمام دوستان، تا هفته آینده مرحمت علی دیار. Oh,